ختم هفته قرار داریم و مثل هر پنجشنبه نظر می‌افکنیم بر بحث برانگیز ترین مطالب رسانه‌های اجتماعی در طول هفته گذشته و البته واکنش‌ها در برابر آن. همکارم ژیلا ناصری را با خود داریم باز هم که مطالب جالب را گرد آورده فکر می‌کنم. ژیلا جان بفرمایید. سلام فوجان خدمت شما و بیننده عزیز. بله، در هفته گذشته در میان سایر مباحث برجسته هفته سفر جنرال دوستم به سمت شمال، وضعیت پناهجویان افغان که در سرحد مقدونیه گیر ماندند، شرکت اپل تاکنون حاضر نیست که با FBI در باز کردن یک تلفن همکاری کنه و مسی بر یکی از علاقمندان خود توپ امضا شده روان کرده. در گزارشی از صدای آمریکا در مورد سفر دوستان به شمال به ولایت جوزجان برای سرکوب مخالفین مسلح در سایر اجتماعی انعکاس گسترده داشت و در پاسخ به سوال در این مورد نظرات زیادی نیز پست شده و تعداد از سفر استقبال کردند، اما تعداد هم را زیادی وقت خواندند و مصارف و گفتند که دای هم بر دوستان پیام دادند که چرا به ولایت دیگر سفر نمیکنند. مسئله بسته شدن سرحد مقدونیه برای پناهجویان افغان در رسانه‌های اجتماعی بتر و گسترده پوشش یافته و گزارش صدای آمریکا در این مورد پرخواننده بود و در صفحات اجتماعی نیز شریک شده. بنیادهای طرفدار حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواستند تا با پناهجویان افغان تبعیض‌آمیز برخورد نکنند. اما گزارش دیگری از صدای آمریکا در مورد برگشت داوطلبانه 125 پناهجوی افغان از آلمان به افغانستان با کنش‌های نظرات طرفدار انتقادی در صفحات فیسبوک صدای آمریکا روبرو شده که این در حال است که فنلند تصمیم به اخراج پناهجویان افغان گرفته و شرایط برای قبولی پناهجویان در اروپا مشکل‌تر شده و ناتو افراد را که از آب‌های ترکیه دستگیر می‌کنند به ترکیه باز می‌گردانند. در حالی که هنوز هم اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI به حکم محکمه از شرکت اپل خواستار باز کردن یا رمزگشایی تلفن آیفون مربوط به دو آمریکایی مسلمانی که در سن برناردینو افراد کشتن خواستن، اما اپل تاکنون استقامت کرده و ادعا میکنه که این کار تخطی از حقوق فردی در آمریکاست. مارک زکربرگ رئیس شرکت گوگل از اپل حمایت کردند، اما بیل گیتس رئیس شرکت مایکروسافت در حالی که از FBI طرفداری نکرد اما خواسته است که اپل همکاری کنه چون قضیه مشخص است. مارک زکربرگ در فیسبوک خود ویدیوی کوچک را پست کرده که بعد از این علائم احساسی خنده و گریه و عشق به شکل انیمیشن در فیسبوک در اختیار علاقه‌مندان گذاشته میشه. شرکت فیلم های دیسنی و پارک های مشهور دیدنی کودکان در کمپینی که از رسانه اجتماعی با هشتگ گوشه تان شریک بسازین شروع کردند که از افراد خواستند که دو گوشه میکی ماوس یا مشهور دیسنی را یا با هر چیزی که عکس بگیرند به صفحه مربوط اپلود میکنند و در عکس هر عکسی که اپلود میشه دیسنی $5 برای عکس پول میده که $1,000,000 به یک بنیاد به نام یک آرزو کنین میکاوش برای اطفال که مشکل صحی دارن کار میکنه کمک مالی میکنه. با این حرکت عکس های زیادی از نقاط مختلف جهان عکسایشان با هشتگ گوشتان باز کنید پست شده در رسانه اجتماعی. علاقمندان مسی، مرتضی و بچه جوان بچه که افغان ما که در رسانه اجتماعی مشهور شد بالاخره یک توپ امضا شده مسی برش رسیده و مرتضی که عکسش با بلوز مسی شماره 10 از پلاستیک ساخته شده بود در رسانه اجتماعی مشهور شد و مسی بعد از گزارش ها اکنون بعد از یک توپ امضا شده روان کرده و بلوز خود هم امضا کرده برش فرستاده. عکس مرتضی در صفحه صندوق وجه کودکان افغان یا یونیسف پست شده و بر اولاد افغان هم تقاضای امیدواری صحتمندی کردن و دوستان یادمانه را حتما در تلگرام با ما همراه باشید. تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voadia